سلام، من تویکتم هستم. به کانال من خوش اومدین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت بذارید و به دیگران اشتراک بذارید. امروز میخوام محصولات مورد نیاز برای طراحی رو بهتون معرفی کنم. اولین چیزی که استفاده میشه و خیلی مهمه تاپ مات هست. تاپ مات پایه کار هست و خیلی مهمه، چون طراحی روش انجام میشه باید یه برند خیلی خوب باشه و شما از بابتش خیالتون راحت باشه. مقداری که استفاده میشه خیلی مهمه، نه خیلی زیاد باشه که توی دستگاه دیر خشک بشه و نه خیلی کم باشه که طراحیتون روش انجام نشه یا اصلا خوب عذاب در نیاد. تاپ ماتی که روی پای پالتمون میزنیم به مدت 60 ثانیه توی دستگاه باید خشک بشه. دومین موردی که استفاده میکنیم کلینزر هست. کلینزر رو شما وقتی که روی پالتتون لاک پایتون که زدین گذاشتین دستگاه 60 ثانیه خشک شد، با کلینزر یک بار روش رو تمیز میکنین و تاپ مات میزنین. کلینزر دیگه یکی از مواد استفادهش هم اینه که شما میتونید با کلینزر فقط یک بار اشتباه طراحیتون رو پاک کنید روی تاپ مات. مورد بعدی قلم طراحی هست. من از قلم روبلوب شماره 1.5 استفاده میکنم. شما باید خیلی مراقب قلمتون باشین، چون با این طراحی میکنین موهاش واقعا ظریفه. موقع طراحی کردن که کارتون تموم شد، این رو با آب کاملا تمیزش میکنید و به همون فرم اولیه در میارید. حالا اگر محافظ باش محافظش رو میذارید و تا مرحله بعدی که بخواید ازش استفاده کنید. مورد بعدی که مورد نیازتون هست دو تا لیوان آبه. یکی از لیوان ها رو شما همیشه باهاش قلمتون رو تمیز میکنید. لیوان بعدی رو اگر برای طراحیتون مقداری آب نیاز داشتین، قلمتون یه مقدار خیلی کوچیک آب برمیدارید. پس یه دونه از لیوان ها همیشه باید تمیز باشه و یکی از لیوان ها فقط قلمتون رو توش میشورید و قلمتون رو تمیز میکنید. آبرنگ سن پترزبورگ توصیه من برای کار طراحی هست، چون از پیگمنت بالای برخورد داره و بهترین برند آبرنگ هست. شما میتونید از این آبرنگ استفاده کنید. گزینه بعدی اسپری آب هست. شما با این اسپری آب اون رنگی که میخواید و همون رنگ رو دوتا اسپری میکنید میمونه و میتونید خیلی راحت رنگ مورد نیازتون رو بردارید. حالا بعضی هم هستن که با قلمشون آب مورد نیاز رو روی رنگ میذارن، روی آب رنگ میذارن، که این به مرور قلمتون رو خراب میکنه و دیگه کارهای قبلی رو نداره. پس من توصیه میکنم که با همون اسپری این کار انجام بدین. پالت رنگ شما میتونید از این گزینه استفاده کنید برای اینکه رنگ مورد نیازتون رو بردارید و روش بذارید و آماده کنید برای طراحی کردن. تیپ های طراحی شما میتونید هم از این تیپ های آماده استفاده کنید که یه پایه دارن و هم از این گزینه استفاده کنید که اینها مخصوص طراحی کردن هستن و گزینه خوبیه. از جفتش میتونید استفاده کنید. شما باید روی این لاک سفید یا همون لاک پایتون رو بزنید. لاک سفیدتون رو که روی پالت تیپ طراحیتون زدین به مدت 60 ثانیه میذارید داخل دستگاه یووی. بعد که خوش شد روی تیپتون رو با کلینزر تمیز میکنید، تاپ مات میزنید. تاپ مات رو هم به مدت 60 ثانیه میذارید داخل دستگاه خشک میشه و اون موقع تیپ شما آماده طراحی کردن.